سلام عرض می کنم، روزتون بخیر. دکتر سرگلزایی هستم و یادداشتی رو براتون می خونم که در واقع درس هایی است از افسانه ایکاروس. افسانه پردازان یونانی داستان جوانی رو نقل می کنند که به مدد بالهایی که از موم ساخته بود موفق میشه از لابیرنتی که در اونجا زندانی بوده و هیچ راه فراری نداشته پرواز کنه و رهایی پیدا کنه. ایکاروس که از فرار خودش به وجد اومده بود وسوسه شد که بالا و بالاتر بره و در نهایت دوچار این وسوسه شد که اونقدر بالا بره تا به خورشید برسه، غافل از این که چون به نزدیک خورشید برسه گرمای خورشید بالهای مومی او رو آب میکنه و چنین شد که ایکاروس که نتونست بر بلند پروازی خودش غلبه کنه از اوج آسمان فرو افتاد و به عمق تاریک اقیانوس فرو رفت. داستان ایکاروس داستان غرور بشری است. داستان کسانی است که در کسب دانش و معرفت و فضیلت و قدرت به موفقیت میرسند و دچار افسون موفقیت میشن و غرور و خودشیفتگی باعث میشه که به وهم همه چیز دانی و همه چیز توانی دچار بشن و این نقطه سقوط آنهاست. حکایت دیگری است راجع به اینکه روزی عیسی مسیح با گروهی مواجه شد که در کار آماده شدن برای سنگسار زنی بودند به نام ماریا ماگدالنا. این زن در روز مقدس تن فروشی کرده بود و از نظر اون قوم شایسته سخت‌ترین تنبیه بود. عیسی مسیح به اون قوم میگه هر کس تا کنون گناه نکرده اولین سنگ رو پرتاب کنه. طبیعی است که اغلب مردم خود رو چنان بیگناه نمیدونستن که برای پرتاب اولین سنگ داوطلب شدن، بنابراین پا پیش نگذاشتن. اما پیرمردی مقدس معاب و زاهد پیشه که خود رو گناهکار نمیدونست قدم پیشنهاد تا اولین سنگ رو پرتاب کنه. در این وقت عیسی مسیح در گوش اون نجوا کرد آیا کسی که خود رو کاملا بیگناه میدونه دچار تکبر نیست و آیا تکبر همون گناه بزرگی نبود که ابلیس به خاطر اون از درگاه خداوند ترد شد و ملعون گردید و سنگ از دست اون مرد به زمین افتاد. لاوتزو حکیم چینی چنین گفته که هر چیز که به اوج خود برسه ضد خود رو ایجاد میکنه. لاوتسو هم سرنوشت ایکاروس را تمثیل کرده، سرنوشت کسی که محدودیت‌های بشری خودش رو نپذیرفته و تصمیم گرفته به خورشید واصل شود و از این روز که در قعر تاریک اقیانوس فرو می‌غلطد. اگر نتیجه سالها عبادت و زهد و پرهیز و خدمات صادقانه خود بزرگبینی و کبر و غرور باشه، انسان از اوج عبودیت و فضیلت به قعر شرک و خودشیفتگی سقوط میکنه. انسانهای خودشیفته بت‌پرستند، بت‌پرستانی که به عکس خود که در آینه میبینند سجده میکنند و این همون نقطه است که پاولو کویلو داستان نویس برزیلی اون رو چنین توصیف میکنه: فلشته تبدیل به ابردژخیم میشود. میشل دو مونتونی فیلسوف فرانسوی بزرگترین فضیلت رو توجه به ضعف‌ها و محدودیت‌های بشریمون میدونست، لذا در زندگی نامه خودنوشت خودش یا اتوبیوگرافی خودش به جای اون که از رفتارهای قهرمانانه و مکاشفات و تأملات فیلسوفانش سخن بگه، از اجابت مزاج و جزئیات زندگی زیر پیش پا افتاده بشریش میگه. قطعا دو مونتونی میدونسته که وضعیت اجابت مزاج و بدخوابی و بیکفایتی جسمیش اونقدر اهمیت نداره که نسلهای آینده رو به خوندن اونها دعوت کنه. میشل دو مونتونی با این کار و همینطور با مقایسه خودش با بزی که در مزرعش میچریده میخواسته ما رو از خواب شیرین خودشیفتگی بیدار کنه. اگر فراموش کنیم که بشری هستیم گرفتار محدودیت و ضعف و خطاپذیری، هر موفقیت و پیشرفتی میتونه جامی از باده غرور باشه و در چنین شرایطی انباشتگی موفقیت ها نه تنها ما رو به سمت سعادت پیش نخواهد برد
که روزی ما رو دچار بدمستی خواهد کرد، چنان که برای خود حقوق فرابشری قائل خواهیم شد. اینجاست که حافظ هشدارمون میده. حافظ نه حد ماست چنین لاف ها زدن، پا از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم. متشکرم که گوش دادید. دکتر سرگلزایی هستم، به امید روزگار سبز.